فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سوال کردن که در شبهای قدر کدام اعمال باید بیشتر انجام شود، قرآن بخوانن یا نماز بخوانن؟ اگر نماز بخوانن با چه نیتی؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در شبهای ماه مبارک رمضان هر چیزی که در مفهوم عبادت داخل هست جز عبادات و اعمال مشروع شب قدر هست، هر چیزی که باشد. و موردی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا، کسی که لیلة القدر را قیام بکند. قیام یعنی این که به تعبیر عامیانه در محراب عبادت بیستد، و بیشترین موردش و نزدیکترین موردش بحث نماز هست که از تمامی اعمال شرعی و اعمال عبادی ترجیح دارد و اولین رکن عبادی دین مبین اسلام هست. تنها عبادتی هست که در مورد ترکش روایات قوی داریم که هر کسی این رو ترک بکند کافر هست، در مورد ارکان دیگر تا این اندازه روایاتی وجود ندارد. و محبوب ترین عبادتی هست که در واقع انسان برای پروردگار خودش انجام می دهد و بیشترین تأثیر را در تزکیه و روحانیات و معنویات انسان هم دارد. منتها تلاوت قرآن و اذکار و اوراد اونا هم تأثیر خودشان را دارند، همه جایز هستند و مشروع هستند، و اصل اینه که این شب زنده داشته بشود برای عبادت الله متعال. معنیش این نیست که انسان زنده شب را زنده داری بکند با لهو و لعب یا تماشای فیلم و سریال ها یا کارهای بیهوده. این احیاء لیلة القدر نیست، بلکه اماته لیلة القدر هست، کشتن لیلة القدر هست، چون کسانی لیلة القدر را احیاء نکردند. پس بنابراین مهمترین عبادت در واقع نماز هست و تلاوت قرآن بعد از آن و اذکار و اوراد، و مهمتر از اذکار و اوراد دعا هست که در این شب انسان باید بیشتر دعا بکند که زمان اجابت دعا هست، و بهترین و زیباترین دعا دعای مغفرت هست برای خودمان و برای گذشتگانمان و برای تمام مسلمانان. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنی. این زیباترین دعایی هست، زیرا که هدف از دعا و ارتباط برقرار کردن با الله متعال و تقرب این است که الله متعال ما را مورد رحمت و مغفرت خودشون قرار بدهد، و این آخرین خواسته‌ای هست که ما از الله متعال داریم. کسانی که مشمول رحمت و مغفرت الله متعال باشند قطعا در دنیا و آخرت سرفراز و خوشبخت خواهند.